روزگاران همه گاه و همه جای همگن و یکسان نیست، زشت و زیبا دارد، پست و بالا دارد، گاه گنجینه و جهمار در این همیان است. نه گزاف است اگر میگویم روزگار خوش ما اندکی مال و کمی رزق و بسی عشق در انبارش بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز و ارجمندم. سپاسگزارم از همه مراحل محبت های شما. نگاه میکردم به برخی از نظرسنجی های واپسین بنگاه نظرسنجی گالوپ و دیدم که اکثریت مردم آمریکا کماکان موافقت دارند با برنامه دعای صبحگاهی در مدارس یا مراسم دعایی که در کلاس ها برگزار میشه. البته روز به روز داره تعداد چنین افرادی کم میشه، یعنی مردم اغلب خواهان اینن که این سکولاریزم یا جدایی مذهب از آموزش پرورش هم به عنوان یک اصل در آمریکا رعایت بشه. مسئله مهمی است. تعدادشون خیلی کم شد، در گذشته خیلی بیشتر بود، ولی هنوز هم کماکان 60% با برگزاری چنین مراسمی موافقت دارند. در اروپا شمارش این افرادی خیلی کم ده. و ما بریم به سراغ صاحبخانه برنامه. امروز شخصیتی مهمان برنامه ما سمیران دکتر بهمن مقصودوی عزیز، مدرس سینما، یکی از فیلم سازان برجسته و مستند سازان ما، که اخیراً هم همین سه روز پیش فیلم او در شمال کالیفرنیا در سان فرانسیسکو بر اکران رفت در فستیوال با حضور شمار زیادی از هموطنان ما ایرانیان و همینطور آمریکایی ها، و سخت هم این فیلم مورد استقبال قرار گرفت. خیلی ها اذعان کردند که بعد از دیدن فیلم مستند آقای دکتر بهمن مقصودی تازه چهره سینمایی و واقعی آقای عباس کیارستمی رو شناختن به عنوان یکی از برجسته‌ترین سینماگران تاریخ هم. خیلی مهمه یک مستندساز موفق بشه یک اثر 80 دقیقه‌ای یک چهره رو به طبقه‌ای معرفی کنه که اغلب رغبتی به سینما ایران نشون نمیدن و تازه فهمیدن که در میان سینما ایران چهره‌هایی هستن، از جمله آقای کیارستمی که اسم اینها ثبت شده در تاریخ سینما به عنوان سینماگران برتر یا کسانی که زبان سینما رو به خوبی درک کردن، توانستن یک رسم بدی و نوین در سینما ایجاد کنند. درود بر شما. درود بر آقای میبودی، دوست بسیار عزیز و نازنین سلام. من که من واقعا وقتی الان برمیگردم به با سن کمم به تقریبا به 45 سال پیش 48 سال پیش که من یک دانشجوی پزشکی بودم و نقد فیلم نوشتم و شما از آلمان آمده بودید و تحلیل های اجتماعی سیاسی در فردوسی مینوشتید، چقدر جالب بود و من میخوندم دوشنبه ها. ما در کار سینما بودیم، شما همچنان آغاز بسیار درخشانی داشتید، همیشه من به دوستی با شما افتخار میکنم و الانم خیلی خوشحالم که دعوتی از من کردید در خدمتتون هستم. دکتر مقصودی از خیلی باعث افتخار ماست که شما به لس آنجلس آمدید تو امضا به تلویزیون ایران فردا. فیلم شما خیلی دیدم سخت، حتی ایرانیانی که من صحبت میکردن میگفتن اصلا شناخت درستی از آقای کیارستمی نداشتن، برخی از اونها تو مخالف سینما کیارستمی، یعنی معتقد بودن که در چنین شرایط سیاسی که ایران قرار داده اصلا این سینما معناش چیه. در حالی که شما در این اثر اثبات کردید که اگه دنبال معنای زندگی میگردن ایرانی ها میتونن در فیلم ها آثار آقای رستمی کیارستمی پیدا کنه. اینطوریه، ببینید دقیقا همینطوره. ما از سینما روها و منتقدین سینما بیشتر در چهارچوب سینمای فیکشن رشد کردن، یعنی داستانی داستان. و چون از بچگی دیدند و یا در موردش نوشتن، همه گونه ژانرهای مختلف هم تجربه کردن و شناختن، اگر یک فیلم میاد کنده، حرکت‌های آرتیستیک دوربین نداره، دوربین ثابته، کشت و کشتار نیست، داستان مینیمال و یعنی کمترین اتفاق میفته، دیالوگ‌ها کمترین هستند، میگن که فیلم نشد. در سینما
از روز اول که سینما عمری کمی داره، 100 سالشه، مثل فلسفه، ادبیات، دراما نیست. از روز اول که اومد و تئوری های مختلفی در شکل گرفت، دو تا آدم، چند تا تئوریسین بزرگ گفتن در سینما همه چیز امکان داره، یعنی شما میتوانید در سینما همه کار بکنید. حالا اگر ما یک همچین فیلمی دیدیم که این مشخصات رو داره، پس این فیلم بده، ما رو خسته میکنه، این متفاوته. معیارهای خودشون رو تغییر نمیدن، نمیخوان نگاه به سینما، درک سینما و اینکه سینما یک چیز نامحدود رو بپذیرن. این مشکل اساسی منتقدین ما هست و کسانی که سینما میرن با یک چارچوب خاصی عادت کردن. من به شخصه به عنوان دانشجوی سینما از بچگی که در آمریکا 3 درجه تحصیلی دارم، یکی هم بی ای، هم مستر و هم پی اچ دی، سعی کردم همیشه یاد بگیرم و افق نگاهمو باز کنم که هر چیزی سینماست، در موقع که دوربین هست، قصه هست، نور هست. چون الکساندر استروک، نویسنده بزرگ فرانسوی که با موج نو فرانسه منتقد بود، وارد سینما شد و در کایدو سینما شروع کرد به نوشتن و بعد سینماگر شد. جمله معروفی داره، میگه کامرا پن، یعنی کامرا قلمه و این کاغذ نوره. آفر. این قلم روی نور حرکت میکنه و قصه رو مینویسه. این جمله بسیار معروف الکساندر استروکه. و پس در سینما وقتی شما یک ورق سفید دارید و یک قلم، هر چیزی میتونید بکشید، هر چیزی میتونید، با هر کلمه میتونید نثرهای مختلف روی صفحه کاغذ بنویسید، شعر مختلف بنویسید، شعرها در سبکهای گوناگون بنویسید، نثر رو در سبکهای گوناگون بنویسید. پس شما میبینید وسعت چقدر عمیقه. سینما چیز بزرگیست. کیارستمی، عرض کردم که در برنامه قبلی به طور کلی کاری که میکنه در سینماش، سعی کرده مرزی بین سینمای داستانی پرحادثه و سینمای مستند، این یه مرزی دارن، اینا رو به هم نزدیک بکنه، نزدیک کنه. این مرز هست، این ور مستند، این ورم داستانی، این وسطه، رو این وسط رو میره. شما مثل یک تناب باریکی که روی پل را برید که اگر یک لحظه بلغزید میفتید این ور و یا اون ور، و سانتیمنتالیزم میشه، این میشه، خیلی چیزا ممکنه بشه. این رو اون خط حرکت میکنه و سعی میکنه این خط رو هی باریک کنه، باریکتر کنه، باریکتر کنه، تا جایی که این خط محو بشه. شما با چنین اثری در آثار کیارستمی، خودم یکی از آثارش خیلی به این خط نزدیک شده، یکی از بهترین کاراش کلوزاپه. کلوزاپ مسترپیس بسیار والاییه که هم خودش اینو خیلی دوست داره به عنوان فیلم اول، و شیرین فیلم دوم، و همین که منتقدین این فیلمو خیلی دوست دارن. زیر درختان زیتون هم بسیار عالیه. ببینید سینمای کیارستمی آقای میبودی سینمای انسانیست، شاعرانه و انسانیست. در مورد زندگیه، در مورد عشقه، در مورد مرگه. اتفاقا در این زمینه من یک کتابی دارم، الان دارم مینویسم، به نام شعر، زندگی و مرگ در سینما. شعرش سینمای جان فورد، مرگش سینمای آلفرد هیچکاک، زندگیش سینمای هوارد هاکس. اینا سه تا آمریکایین و این سه تا تحلیل میشن و ولی چون اینا سینمای داستانی هستن، مشخصه خودشونو دارن. من فعلا سعی کردم با فیلم کیارستمی یک اسه تئوریک بدم بیرون. ببینید وقتی شما به سینما یک چنین آدمی که در صدر دنیا الان نشسته، تمام دنیا اون واقعا نشسته، یعنی اونو با ساتیا چیترا مقایسه میکنن، بزرگ مرد سینمای هندوستان، و اونو با آکیرا کوروساوا مقایسه میکنن، اونو با اریک رومر و ژان تاتی. گودار که یکی از قولترین، اول گودار ببینیم کی آقای میبودی، من در دو خط راجع به گودار صحبت کنم. ژان لوک گودار تنها سینماگر و منتقد سینما که به سینماگری پرداخته است که بیشترین کتاب و نوشته در موردش نوشته شده، یعنی بیشترین مقاله، کتاب،
اسه، هر جوری که شما میخواد بگید، راجع به ژان لوک گودار نوشته شده. حالا ژان لوک گودار که یک اسیست و فیلسوف در سینماست، میگه که سینما با دبلیو گریفیث، گریفیث یک کارگردان بزرگ دهه 1910 به بعد شروع کرد سینما و قواعد سینما رو اون درست کرد، یعنی ادیتینگ، استفاده از کلوزآپ و غیره. یعنی سینما یه داستانی و شکلگیری و ادیت در سینما با سینمای گریفیث شروع شده. آقای گودار هم میگه سینما با گریفیث شروع شده و با کیارستمی پایان یافته. این خیلی مهمه که من این اول فیلمم میارم و میگم چرا حالا این تحلیل میشه. یه سوال بهمن جان همیشه برای من مطرح بوده، اینه که ما داریم صنعت سینما به عنوان صنعت پولساز عملا واگذار میکنیم به دیگران، درسته؟ میخوام ببینم که جای گیشه چی میشه. جای چی؟ گیشه. ببینید بالاخره سینما صنعت پرهزینه است دیگه، اصلا بقیه دارن پولاش درو میکنن، ما فیلمای خوب میدیم جایزش میگیریم میاریم خونه، پس تماشا چی؟ درآمد چی؟ ببینید اصل سینما که در هالیوود شکل گرفته و بقیه فالوورن، یعنی دنبال میکنن، دنبال. چون اون پولم ندارن. مثلا یک در سینما در فرانسه نمیتونه ماشین آتیش بزنه، هواپیما بندازه، از این کارا بکنه. داستانا کوچیکن، در خونه ها میگذره و غیره، دراماست بیشتر. حالا دو تا ماشین هم بن میرن، ولی اینجاست که هر کاری رو قادر هالیوود بکنه. هر کاری. حالا اینجا سینما برای پول، اینجا سرمایه گذاری میکنن، پس فیلم باید بفروشه. درست. اگر فیلم نفروشه سینما بن میره. وقتی سینما بن بره سینمای هنری و مستقل بن میره. درست. همیشه در کنار سینمای تجاری موفق که حاکم در سینماها، در 40,000 سینمای آمریکا و کانادا 40,000 سینما دارن. آمریکا گروه هم بیگه، بله کانادا تعداد کمتر، ولی در مجموع اینا رو با هم حدود 40,000 سینما فیلم هم مشترکاً پخش میکنن با هم دیگه. کانادا کشور بازار کوچیکیه اصولاً، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. بله. قابل مقایسه نیست، ولی به طور کلی این دوتا رو با هم، حتی کانادا مرکز تست بسیار فیلم ها شده، یعنی در تورنتو باز میکنن ببینن چطوره که تست میکنن. حالا اگر سینما نفروشه و پول خودشو بر نگردونه، اون سینما به وجود نمیاد. سینمای هنری که من و شما دوست داریم، مثل سینمای کیارستمی، گودار، غیره غیره، در کنار سینمای حاکم تجاری متولد میشه و ادامه حیات پیدا میکنه. ولی پولا رو اونا درو میکنن. درو نمیکنن، اونا به هر صورت به همه جا میدن. یه دلار میدن، هزار دلار میگیرن. حالا سرمایه گذاری بعضی از فیلم ها همین خب. یک به هزاره. باری کلا. ولی بزرگترین اولی که شما میخواید سرمایه گذاری در سینما بکنید، لویر برای شما خط اول مینویسه. بیشترین ریسک در سینماست. این اول من مثلا به شما میگم، یعنی وقتی شما یه دلار میدی 1000 دلار میگیری، 95% شما ممکنه پولیدو ببازی، 5% ممکنه 3% پولیدو دراری، 2% بالاست یا 1% بالاست که تو ما اینقدر استفاده کنی. آخه میگم الان هالیوود دیگه موفق شده از طریق کامپیوتر محاسبه میکنه چه فیلم هایی با چه مزامینی چقدر میتونه فروش بکنه. یعنی خیالشون رو وقتی سناریو مینویسن، میگن این درصد عشق، این درصد سکس، این درصد حادثه، این درصد ماجراجویی، اینقدر درآمد. همه اینا درست، ولی هیچ گونه آقای میبودی به هیچ، همه کامپیوتر تمام اینا درست، ولی حساب نداره. ولی وقتی فیلم ساخته شد هیچ حسابی نیست. من براتون مثال میزنم، چند تا مثال در تاریخ سینما برای شما بزنم. یه فیلم اومد هوملان، یه بچه بود تنها میذارنش، پدر مادرش با برادرش میرن، برادر خواهرش پاریس، این تنها میمونه تو خونه، بعد دوزا میان و این کارا. این سناریستش این سناریو رو برده بود به تمام این هفت خواهران، یعنی فاکس و پارامونت و یونیورسال و نمیدونم ام جی ام و تمام اینا داده بود. تمام اکوزیشن دپارتمان، یعنی اونجایی که باید این سناریو رد کرد. این فیلم اومد ساخته شد، 250 میلیون دلار همون بار اولش، بعد بیلیون زد. تمام این کمپانی ها هدر اکوزیشن اخراج کردن. این یک. دو، من براتون راجع به تایتانیک صحبت کنم. تایتانیک وقتی شروع شد به کار، یه قراردادی بس آقای کارگردانش و که یه درصدی بگیره و این فیلم ساخته شد مثلا با 100 میلیون دلار. هزینه انقدر زیاد شد که یونیورسال و پارامونت و فاکس شریک بودند. گفت آقا من دیگه فیلم پارامان نمیخوام. به 200 میلیون رسید. بعد فاکس آوردن. درست.
این مجبور شد برای اینکه اینا ادامه بدن وقتی گفتن نمیخوان، گفت آقا من یک دلار پول نمیخوام، من اجازه بدید این فیلمو تموم بکنم چون از کامران که من پول نمیخوام، کامران اینو بذارید من تموم کنم، که رفت به 180 میلیون. تمام اینسایدرهای هالیوود از لویر، رؤسای استودیوها، رؤسای ایجنسی ها، کاستینگ ایجنسی ها، رؤسای تالنت ایجنسی ها، تمام کارگردان گفتن این فیلم شکست میخوره با 200 میلیون. حالا ببینید هر دفعه اینا میگفتن فیلم مثلا در اپریل باز میشه، به علت یک نوع چیزی مشکلی که پیش میمدین عقب میافتاد، چندین بار باز شدن فیلم عقب افتاد تا اینکه این قرار بود مثلا در فال باز شه. خب آقای کامرون که فیلمو ادیت کرد یک مشکلی در ادیت فیلم دید، دید که در روی هوای سرد اینا اومدن روی صحنه روی عرشه کشتی، از دهنشون بخار در نمیاد، استاپ کرد. اینا دیگه به خودشون میزدن، گفت ما باید یک سافتوری بنویسیم که این وقتی حرف میزنن رو بخار بیاد بیرون، جا هوا سرده. اون سافتور نوشتن، اونو درست کردن تا بالاخره این فیلم نزدیکای دسامبر اومد اون سال بیرون که بتونه برای آکادمی آوارد نامینیت بشه. و وقتی فروخت خود استودیوها این 1 بیلیونی که میدونید 1 میلیارد و 200 بله 100 میلیون دلار براش چک فرستادن. عجب وقتی انقدر فروخت عجب. چون دستمزد داده بود. خب اینا همش نشانه‌های موفقیت تجاریه. بله پس اصولا در هالیوود حدود 500 فیلم تا 600 فیلم هالیوود میسازه در سال، بیشتر از هندوستان. هندوستان حدود 900 تا 1000 به زبانهای مختلف، بیشترینش اردوه. ولی تولید فیلم در هندوستان از 900 به بالاست با زبانهای مختلف. حالا دوم امریکاست با حدود 600 فیلم. دوم امریکاست. از این فیلم ها شما فکر میکنید استودیوی وارنر یا پارامونت یا فاکس یا ام جی ام، این هفته کمپانی بزرگ، شما فکر میکنید چند تا اینا به سود میشینه؟ کمتر از 10%، کمتر از 5% که خیلی سود، و چند درصده که یه فروش نابهنگام میکنه. بقیه ضرر، 80% ضرر میدن، یعنی زیاد به سود نمیشینه، یه تعدادی ضرر داره. در مجموع مثلا یه مثال براتون بزنم، مثلا فیلم میسازن، فیلم های ای برای تابستون که میسازن یا فال، اینا بیشتر از 100 میلیون دلار میگن فیلم ای، یعنی دایرکتورش ایه، 5 میلیون دلار میگیره، مهمه، و بازیگران بازیگرای معروف هم. در مجموع اوور دی لاین یک باجت یک فیلم شامل کاستینگ و کارگردان این و سناریو و کارگردان، یه هم میدید این 5 میلیون دلار دادن فیلم رو شوت نشده، دو نفر آدم رو دادن و یه کارگردان یه سناریو. اینه که خیلی این فیلم ها فقط اینا منتظرن 2-3 تا فیلم هاشون بفروشه حسابی که بقیه خرجه رو در بیارن. اینجوری نیست که پول چاپ میکنن برای همه چی. ولی مثلا شما یک مثال دیگه براتون بزنم که خیلی مهمه. استار وارز، تمام استودیوها رد کردن استار وارز رو. خود آقای کارگردانش فکر میکرد اینو برای بچه ها میسازه، تا آخر اینو رفت برای والت دیزنی ساخت با 12 میلیون دلار. فیلم تا کنون 42 بیلیون دلار از نظر خیلی چیزه، از نظر 30 میلیون دلار بیشتر این عروسک ها و این لباس ها و این چیزا فروخته، مارکتینگ کرده، مرچندایزینگ فروخته، 30 بیلیون بیشتر، 6 بیلیون دلار دیویدی ها فروخته، 4 بیلیون دلار فیلم ها فروخته، یه چیز 42 بیلیون دلار استار وارز ها فروخته. اصلا کسی فکر نمیکرد همچین چیزی باشه. خب اینم که نشانه موفقیت. موفقیت بله. خب میگم ما نمیتونیم این سینما رو مثلا در ایران به تجارت هم نصیبش بکنیم، یا بالاخره پولساز هم باشه، حالا که اینقدر رغبت نشون در ایران هم همینه. الان در ایران هم همینه. الان در ایران ببینید 3 دسته فیلم میسازن، یک دسته تجاری فیلم میسازن در ایران، اصلا نه موفق نه میفروشه. الان یک فیلم ساخته کلاه مخملی الان در ایران، کلاه قرمزی دو روی پرده است، 3 میلیارد یعنی یه چیزی حدود میلیارد تومان فروخته، که میگن میلیارد تومان، که میلیارد تومان فروخته، اصلا بی‌نظیر، یعنی تماسی لچ. بله اینا دو تا کمدین هم که این فیلم ها رو میسازن. شوهر خانم معتمداریا، بله، که ایشون ممنوع بازی. بله. میخوام اینو بگم در ایران هم چند تا فیلم میفروشه، بقیه نمیفروشه، ولی تعداد فیلم تجاری فیلم حاکمه در ایران. آقای میبودی 5% ما
کارگردان مستقل داریم. 5% 95 از وابستن وابسته نیستن. تعدادی از اینا مستقلن که تجاری میسازن، کار به هیچی ندارن. داستان کمدی، داستان اکشن، یه پولی گیرشون میاد میسازن. ولی فیلم نازل دیگه، نازل، خیلی نازل. همین تجاری نازل دیگه، بله، نازل. اکشن و فلان. یه ده درصدی هستند که پروپاگاندا و وابسته به دولتن، یعنی پول دولت میده. الان مثلا فیلم آقای مجیدی راجع به محمد پیغمبر اسلام، فیل از هندوستان آوردن، فیلم بردار از ایتالیا آوردن، میلیارد یعنی میلیون ها دلار خرج کردن، یعنی یه چیز عجیب غریبی خرج شده، پول دولتی است. آقای حاتمی کیا بسیاری هستند که اینا از دولت فقط پول میگیرن یا مراکز دولتی که پول دارن. این 10% هم که اینجوری فیلم بفروشه نفروشه مهم نیست. فیلم های ایدئولوژیکال وابسته است. گفتم بلک مرکزی، یعنی درصد مرکزی که حدود 60-70% هن، این هم تجاری سازن، کار به ایدئولوژی و چپ و راست و این چیزا هم ندارن. داشتین تو تاریخ سینما فیلم های موفق تجاری که در این حال تو ایران میگم از ارزش هنری هم برخوردار باشه؟ ببینید مثلا سوت اهدلان فیلم بدی نبود، فروخت. فکر میکنم گزارش آقای کیارستمی که اولین فیلم سینماییشون بود و خیلی داشت خوب میفروخت، خیلی موفق بود که سینما فیلم فرهادی چی؟ فیلم فرهادی خیلی فروخته، بله خوب بوده، خیلی فروخته. فیلم مجیدی خیلی فروخته، خوب بوده. فیلم مجیدی کفش های یه فیلم بچه های آسمان بچه های آسمان 1.5 میلیون دلار در آمریکا فروخت. 1.5 میلیون دلار بله. جبه مثلا حدود 1 میلیون دلار فروخت. مخملو بله، اینا فروش های آمریکاییشون هن. فرهادی 6 میلیون دلار فروخت. فرهادی 6 میلیون. چقدر سهم خودشون میشه؟ این بسته به قراردادهایی که حالا مثلا آقای فرهادی اینجور که من شنیدم، اینجور که شنیدم از در مجموع این فیلماش که اومد خارج اینا، یه چیزی حدود چندین میلیون دلار بیشتر به حسابشون هست. من دوست مقصودوی عزیز، شما این فیلمی ساختید با آنتونی کوئین، یعنی یکی از برجسته ترین و مؤثرترین هنرمندان تاریخ سینمای دنیا، خیلی من ولی نگرد با حد اقل بود چه؟ چی جوری رازش کردی اینو بیا؟ نه با حداقل بودجه نساختم. 5 میلیون دلار به نسبت خوب بله بود. پولی نبوده 5 میلیون دلار. ولی من با آنتونی کوئینو شریک فیلم کردم. به این علت بود. من یه تریه کننده خوبی هستم. یعنی بهش میگن پروداکشن و یا خیلی شما رو دوست می‌داشت. خیلی. من اگر به شما بگم واقعا من یک چیزی برای شما الان تعریف می‌کنم، بذارید این توضیح بدم. ببینید پروداکشن ولیو اینه که شما یه دلار خرج میکنید رو پرده 10 دلار نشون میده. یک به ده نشون میده. یعنی عجب فیلم پرخرجی، ولی در حقیقت یه دلار خرج کردید 10 دلار. میگن پروداکشن ولیو اف یه فیلم. خب من یک همچین چیزی دارم. شما چقدر بود؟ 1 به 10 بود؟ یک. من خیلی میتونم یعنی من خیلی خوب نگوشیت میکنم با هنرفشای خیلی بزرگ که بتونم ارزون بیارمشون زیر قیمتی. چجوری راضیشون میکنم که این فیلم هنریه، اینه. یک سری امتیازات برای فیلم قائل میشم، میگم این قصهش اینجوریه، فستیوالیه، آکادمی آوارد ویکل، یعنی میتونه آکادمی آوارد نامینیت بشی، این. به هر صورت دستمزدی که اون میگیره یا ایجنتش میاد جلو به من میگیره من اینو به نصف میرسونم. یه جوری نگوشیت. دیدارتون نیویورک بود یا اینجا؟ با کی؟ با نه آنتونی، من با آنتونی کوئین قبل از این فیلم دوست بودم. قبل از این فیلم. از پیش. بله، من 4-5 سالی با ایشون خیلی شریکش کردم. من اومدم با آنتونی گفتم که اولا این سناریو رو دوست من آقای شوکوف نوشته بود به خانم آلمانیش و من خوندم دیدم یک چیزی راجع به اتحاد بشره، یعنی نژادهای مختلف یونایت بشن. یونیتی اف هیومن بینگ، یعنی زرد و سیاه و سفید و اینا بتونن با یک زبان حرف بزنن، زیر چت باشن، چیز نژادی از بین بره، خطهای نژادی و غیره. یک تم خیلی خوبی بود. من اینو و یک داستان خیلی نوعی بود. من دادم به آنتونی کوئین گفتم اینو بخونیم، برات خوبه، تو که الان یک نقش پیره. چه سالی بود؟ ببخشید این دقیقاً 1995 اوایل 95. شما خیلی جوونم بودی واقعا. میشه 20 سال پیش. 20 سال پیش دیگه. درست میشه 20 سال. من از 90 باش دوست بودم. از 90. خب. بعد چون به من خیلی اطمینان داشت،
گفت بازی میکنم. حالا سر دستمزد من اومدم گفتم که تو بیا یک سوم این یا دو سوم، یک سوم فیلم مال تو، یک سوم، چون آلمانا اجازه نمیدادن بیشتر. وان سرد مال آلمانا چرا؟ اونا هم آلمانا هم شریک بودن دیگه. اونا یه مقدار من شریک بودم، یک کم آلمانا. بعد اومدیم 30% هم به آنتونی کوئن دادیم. یک سوم فیلم. خب. قبول شد که یک مقدار کش بگیره. البته میدونید اینا نه تنها دستمزد میگیرن، شریک میشن، تمام مخارج اینا در طول مدت پرداخت میشه، خزینه روزانه پردیم پرداخت میشه. بله، بعد هر چی هم بخواد باید براشون فراهم کنید. هواپیما اگه میرن فرست کلاس باید با خانواده برن، هتل باید 5 ستاره باشه، تمام اینا. بعد اونجا خونه باید براش گرفت به جای هتل. من مثلا فیلم داره تو آلمان بود، تو آلمان رفتیم در نورنبرگ، یک قلعه رو پیدا کردیم در نزدیکی نورنبرگ، خیلی جای قشنگه، بله، قصر رو اونجا پیدا کردیم. همینجا نشون بده خواهش میکنم یه تکه. خب میفرمودید. و اونجا ما این فیلم برداری رو کردیم. در مورد بعد من مثلا رفتم برای پایان فیلم ادیتور جیمز باند، ادیتور فیلم اختاپوسی رو آوردم که در فیلم رانوی ترین کنچلفسکی ایشون اسکار نامینیت شده بود، اون رو آوردم ادیت بکنیم. یعنی المان‌هایی که شما میچینید در فیلم، گت باربیاری رو آوردم موزیک فیلم، کامپوزر فیلمی که الان کسی که اپرا میخونه که خانم سیاه‌پوسته حالا اون راجع به اون بگم. من یک صحنه داشتم در این فیلم هست که یه خانم سیاه‌پوست جوانی دو تا آپرت میخونه. آپرت. یک کاستینگ ایجنت من در نیویورک دارم، خانم دانا دستا که من سالهاست با ایشون کار میکنم، دوست بسیار خوبیه در برادوی. و به ایشون گفتم برای من 30 تا با این سناریو رو میخونن. گفتم برای این نقش برای من آدم بیار من مصاحبه کنم. روزی نشستیم بعد از اون من ایشون پشت در 30 نفر دیوا با VHS هایی که بازی کرده بودن در اپراهای مختلف آوردن که من ببینم. همه سیاه بودن؟ همه سیاه، اغلب سیاه بودن. ما سیاه پوست میخواستیم. در باز میشد میمدم، من سوال جوابامو میکردم، یاد داشتم برمیداشتم، یه ذره برای من میخوندن، میگفتم یه ذره بخونید، میخوندن، یک شیت براش درست میکردم، نمره بهش میدادم، نظری خودمو مینوشتم، نفر بعد نفر بعد، تقریبا نفر آخر دختر جوانی وارد شد و گفتم بخون. خوندیدم عجب صدایی، دیدم جوونی صداش عالیه فلان، هیچ بکراندی یعنی هیچ سابقه بازیگری در هیچ جا نداره ایشون. رفتن بیرون، به خانم دانا گفتم که من این خانم رو میخوام. گفت چرا؟ من اینقدر آدم درجه یک معروف با بازیگری با رزومه های عالی آوردم تو اینا. گفتم من فکر میکنم این خیلی برام. ما اینو با $3,000 دستمزد بیزنس کلاس لوفتانزا بردیم اونجا، یک هفتم هتل، خودم گرفتمش، خودم آوردمش، بازی کرد، برگشت. آقای میبودی بعد از فیلم من از 1996 تا الان ایشون 6 تا تونی آواردز برده در برادلی، 6 تا تونی آواردز برای خوانندگی. از کاشف جنابالی بودی؟ من میتونم سیداد رو بله. خود آنتونی کوئین بعد از فیلم بازی بود از فیلم. آنتونی کوئین معتقد بود که این فیلم متفاوتی است، چون واقعا هم متفاوت، خیلی متفاوت، خیلی بعد اگه نگاه کنید یه چیز متفاوتی. و در فستیوال لوکارنو که باز شد برای گراند پیاتزا، یعنی برای 8,000 نفر، اینا 10 تا فیلم در گراند پیاتزا هست آقای میبودی، در طول لوکارنو 200 فیلم نشون میده، 10 تاشو شبا در میدان شهر برای 8,000 نفر صندلی میچینن و در اختتامیه هم نشون دادن. یعنی خیلی فیلم ما با چیز باز شد، با احترام و فستیوال تورانتو بود اینور، 30 تا فستیوال اینور اونور دنیا بود. متاسفانه فیلم دست من نبود، دست آلمانا، اونا اکثریت شیر با اونا بود. یعنی فیلم شکست خواهد از نظر تجاری یا نه؟ فیلم از نظر تجاری شکست. چرا؟ برای اینکه آنتونی کوئین خواست این فیلم از اینا بخره، اینا ندادن به آنتونی کوئین. من و آنتونی کوئین مجموع مثلا می‌شدیم 40%، اونا 60% بودن. خب اونا کنترل فیلمو داشتن، کنترل فروش، و اونا این کاره نبودن، برای اینکه ثروت زیادی داشتن فکر میکردن
میتونن به یک خیلی هنگفت بفروشن 6 میلیون مثلا 7 میلیون 1 میلیون سود کنن. زمان ازش گذشت متاسفانه و اینا زیاد نتونستن موفقیت تجاری در بیارن. اطلاعات جالبی نمیدونم تای برنامه راستی باید خدافیسی بکنیم. من یه خاطره از آنتونی کوئن بگم خیلی سریع. خیلی سریع رفتیم یه روز کتاب فروشی، هر روز ما هم دیگر رو میدیدیم در منهتن. یه مش کتاب خرید ویل رد بود، اومدیم نشستیم تو لیموزین، یه کتاب رو وا کرد و امضا کرد و داد به من، چون ما هر روز راجع به تولستوی بحث میکردیم پروژه بعدی. دیدم وا کردم، کتاب اینتلکتوالز بود، الان در کتاب خونم نوشته تو بهمن هو از وان آف دم. نمیدونم با این تعریفایی که آقای مقصود رو میکنه، همش فکر میکنم که سینما هم در ایالات متحده مثل یه حجره است، حجره سنتی و همون سیستم هم اداره میشه. خواهش میکنم برنامه بعدی با بهمن مقصود رو حتما بگیری بفرمایید. پس فردا تشکر امیر درخشان عزیز، برنامه رو هدایت کرد، از او صمیمانه سپاسگزارم. متشکرم. پس صحبتمون دنبال میکنیم.